words, English words, are full of echoes, memories, associations. They've been out and about, on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries. And that is one of the chief difficulties in writing in today. They're stored with other meanings, with other memories, and they've contracted so many famous marriages in the past. The splendid word incarnadine, for example, who can use that without remembering multitudinous seas? There's so much changing. در سالهای آخر قرن 19 میلادی تحولات زیادی صورت گرفت. بین سالهای 1893 تا 96 سینما متولد شد. فناوری‌های جدیدی مثل چراغ برق و تلفن وارد بازار شدند. با ابداع تلفن میشد در یک زمان در دو مکان حضور داشت. در این دوران تعریف ما از مفهوم زمان متحول شد. زمان نیوتنی جاش رو به زمان نسبی داد. زمان دیگه نه یک امر مطلق که مفهومی سیال بود. جریان سیال ذهن آثار ویرجینیا وولف ثمره همین تحولاته و در ادبیات مدرن هم نقشی اساسی داره. نواری بلند از صحنه‌ها و عواطف. به جای اینکه صحنه ای از اینجا و صدایی از آنجا را به خاطر بیاورم، با گوش چسباندن به دیوار به گذشته گوش خواهم داد. وقتی ویرجینیا وولف 13 سالش بود، مادرش مرد. چند سال بعد پدرش فوت کرد و دو سال بعد هم برادر بزرگترش توبی از سل مرد. هر کدوم از این مرگ‌ها ویرجینیا را به بحران روحی عمیقی دچار کرد. And each of these deaths creates a nervous breakdown in Virginia. She had alternations of Wolf اختلال دو قطبی شیدایی افسردگی داشت. در دوره شیدایی به صورت غیر منطقی هیجان زده و سرخوش بود. و در این احوال انقدر حرف میزد تا حرفاش غیر قابل فهم میشد و به مهمل گویی میافتاد. اون چه جالبه اینه که بحرانهای روحیش لزوماً تأثیر مخربی روی نوشتش نداشت. به یکی از دوستاش گفته بود موضوعاتم را در دل گدازه‌های جنون پیدا میکنم. از دل دیوانگی نوشته شکل یافته و کامل فوران میکرد. برعکس روند قطره شکانی نوشتن در دوران سلامت عقلی. همیشه گفته شده نبوغ و جنون مشترکاتی دارن و من فکر میکنم که نبوغ او با جنونش مرتبط بود. مرد چیزی میخواست، چیزی که برای زن همیشه سخت بود. میخواست زن بگوید که دوستش دارد، اما زن نمیتوانست این کار را بکند. حرف زدن برای مرد بسیار راحت تر از زن بود. میتوانست حرفهایی را بزند که زن هرگز نمیتوانست. مرد میگفت که زن سنگ دل است. زن هرگز نگفته بود که دوستش دارد، اما اینطور نبود که دوستش نداشته باشد. اینطور نبود. رمان به سوی فانوس دریایی از خاطرات کودکی او در سن آیوز الهام گرفته. خونه در کورنوال که ویرجینیا و خانواده‌اش ماه‌های اوت و سپتامبر به اونجا می‌رفتند. رمان پر است از تصاویر خونه تالانت هاوس، خونه‌ای که مشرف بود به ساحلی که فانوس دریایی گودریگی در امتداد اون قرار داشت. چرا وقتی پای کورنوال به میان می‌آید، اینقدر باور نکردنی و درمان ناپذیر احساساتیم؟ می توانم صفحه ها درباره چیزهایی بنویسم که یکی پس از دیگری به خاطرم می آید. چیزهایی که باعث می شدند تابستان سنت آیوز بهترین سرآغاز زندگی قابل تصور باشد. به سوی فانوس دریایی در این حال سوگنامه است برای مرده ها، اما بیش از هر چیز تصویری است از پدر و مادرش.
ویرجینیا میگفت تا 44 سالگی هر روز در زندگیش صدای پدر و مادرش رو میشنیده و حضورشون رو حس میکرده. یعنی تا زمانی که به سوی فانوس دریایی رو تمام کرده. چه زیبا بودند این سالخوردگان. منظورم پدر و مادرند. چه ساده، بی آلایش و بی دغدغه. نامه های قدیمی و خاطرات پدر را تورق میکنم. مادر را دوست داشت. در این عشق چه صادق، منطقی و روشن بود. از خلال این نوشته ها زندگیشان چه آرام و شاد است، بی هیچ آلایه و گردبادی. Wolf signed up for the suffragette movement in 1910. ولف که همیشه هم‌وغم نقش زنان در جامعه رو داشت، در سال 1910 به جنبش مبارزات زنان پیوست. ساعت‌های زیادی ویرجینیا در سخنرانی‌های متعددش با زنان اقشار مختلف درباره راه‌های پیشرفت حرف می‌زد. اینکه معنی زن بودن چیه مسئله ولف بود در مقاله اتاقی از آن خود. او به دنبال ردپای نویسندگان زن در تاریخ ادبیاته. اما پیدا کردن این رد کار سختیه. درسته که ولف از نویسنده‌هایی مثل جین آستین که اون رو در حال نوشتن در آشپزخونه توصیف می‌کنه یا خواهران برونته یا جورج الیوت تقدیر می‌کنه، اما در این حال می‌خواد از اونها فاصله بگیره. آزادی فکری وابسته به امور مادی است. شعر وابسته به آزادی فکری است و زنان همواره فقیر بودند، نه فقط در 200 سال گذشته، بلکه از همان ابتدای تاریخ. آزادی فکری زنان از آزادی بردگان آتن هم کمتر بوده است. بنابراین امکان سرودن شعر را نداشتند. برای همین است که این همه بر داشتن پول و اتاقی از آن خود تاکید کردند. اتاقی از آن خود اثریه که در اون ویرجینیا ولف زنان هوشمند رو به مبارزه دعوت میکنه و اونها رو تشویق میکنه که پیشگامان قرن بیستم باشن. اما دعوت ولف نه با خشم که با آرامش توامه. در نامه‌نگاری‌هاش بعضی از دوستاش گفتن که مقاله ولف مثل وعده شیرینیه که میخواد به مخاطبای مرد تصویری از آیندهشون نشون بده اما پریشونشون نکنه. ولف رمان خانم دالووی رو در سال 1925 میلادی منتشر کرد. این کتاب ماجرای کلاریسا دالووی که در عنوان کتاب فقط به عنوان خانم دالووی خطاب میشه. As the novel, the eponymous hero or heroine of the novel. به تاخت مشغول نوشتن خانم دالووی هستم. پژوهشی درباره سلامت عقل، جنون و خودکشی. جهان از دید عاقل و مجنون در کنار هم. به نظرم رضایت بخش ترین اثرم است. منتقدان خواهند گفت که کار ناپیوسته است، چون صحنه های جنون با صحنه های دالووی وصل نمی شود. رمان خانم دالووی مثل اولیس جیمز جویس در یک روز اتفاق میفته. ما یک روز از صبح تا شب همراه شخصیت‌های داستان هستیم. این روز یک روز کاملا معمولیه که طی اون خانم دالووی به کارهای روزمره‌اش می‌پردازه. در چشم آدم‌ها، در قوس و تاب، پاکشان و سنگین رو، در نعره و هیاهو، کالسکه ها، اتومبیل ها، اتوبوس های روباز، وانت ها، ساندویچ فروش هایی که افتان و خیزان پس و پیش می روند. در دسته های نوازندگان ساز های بادی برنجی، ارگ های دندانهی، در زفرمندی و جلنگ جلنگ و ترانه تیز و غریب هواپیماییان بالا، چیزی بود که دوست می داشت. زندگی، لندن، این لحظه در ماه ژوئن. البته در طی این روز رویدادهای مهمی هم اتفاق می‌افتند. مثلا خانم دالووی داره برای یه مهمونی مهم تدارک می‌بینه. پس میشه گفت که رمان نقاط اوج هم داره. او با یقین کامل شلوغی معمول در رمان‌ها و زندگی‌نامه‌ها را حذف کرد. پرداختن به مسائل پیش پا افتاده مثل تماس‌های تلفنی و قرارهای روزانه را کنار گذاشت. سلسله مراتب معمول زندگی مثل به دنیا آمدن، ازدواج کردن، قرار گذاشتن و مردن را نادیده گرفت تا در عوض به لحظات سرفکندگی و پیروزمندی بپردازه. لحظاتی که به گفته او تعیین کننده اصلی زندگی همه امان هست. یادداشت‌های روزانه، نامه‌ها و اطلاعات زندگی نامه‌وار فراوانی که از ولف داریم خیلی روشن کننده و غنی‌اند. پرند از انواع تجربیاتی که خیلی هاشون به جهان آثارش راه پیدا کردن.
چیزهایی نظیر اینکه آیا برادر ناتنیش اون رو آزار داده یا نه و اینکه این مسئله چه تأثیری بر بیماری روانیش داشته. این داده ها در عین اینکه معتبرند، راه‌های متفاوتی هم برای خواندن آثار ولف پیش روی ما می‌گذارند. این تکثر و تقارن تجربه که از طریق جریان سیال ذهن در نوشته‌های ولف هست با فرهنگ معاصر هماهنگی داره. مخاطبان معاصر در عصر دیجیتال میتونن به خوبی با این تجربه چند جا بودن در یک زمان ارتباط برقرار کنند. همچنین این موضوع باعث میشه که ما درباره اینکه فرم ادبی چه نقشی در تجربه و ذهنیت ما از جامعه داره فکر کنیم. It stamps them with one meaning or confines them to one attitude, for it is our nature to change. Perhaps that is our most striking peculiarity, their need of change. It is because the truth they try to catch is many-sided, and they convey it by being many-sided. Flashing first this way, then that. Thus they mean one thing to one person, another thing to another person, they are unintelligible to one generation, James of Pikestaff to the next. And it is because of this complexity, this power to mean different things to different people, that they survive. بعد از یکی از این حمله های طولانی بود که بیش از پیش افسرده شد. دیگه نمیتونست بنویسه یا کار کنه و احساس میکرد که دیگه بهتر نمیشه. And I saw her a few days before it happened. چند روز قبل از اینکه اون اتفاق بیفته دیدمش و متوجه شدم که حالش خوب نیست. شدیداً نیاز به ابراز محبت داشت. همیشه اینطور بود. همیشه میگفت آنجلیکا منو دوست نداری؟ منو نمیپرستی؟ از من متنفری؟ اصلا منو دوست نداری؟ و از این جور چیزا. اما به خصوص اون روز این حالتش بیشتر از قبل بود و اونطور که یادمه خودم اون روز خیلی سرد و کم حرف بودم. و بعد از اون در تماسی تلفنی فهمیدم که خودشو غرق کرده. عزیزترین، دیگر تردید ندارم که دارم دوباره دیوانه می شوم. مثل بار اول است. صدا می شنوم و می دانم که این بار بهبود نخواهم یافت. اگر می توانستم به تو می گفتم که تو و بچه ها برایم چقدر ارزش دارید. فکر می کنم می دانی. با بیماری مبارزه کردم اما دیگر نمی توانم. ویرجینیا.